به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیزم در سرتاسر جهان. امیدوارم شاد و سلامت باشید و حال دلتون هم خوب باشه. اما موضوع برنامه من این برنامه درباره آقای نوام چامسکی هست. ایشون یک تحلیلگر بسیار قهار یهودی الاصل هست و آقای نوام چامسکی رو خیلی از شماها میشناسین. ایشون استاد دانشگاه است و در واقع درباره این کارهایی که صهیونیست‌ها میکنن خیلی صحبت کرده، برنامه ها ساخته، برنامه ها مصاحبه های کلان باهاش شده و ایشون کتاب هایی نوشته و بسیار در واقع عمیق رفته تو این موضوع. البته میخوام بگم سر موضوع اوکراین یه خورده ایشون جبهش نامشخص بود و خب خیلی ها دستش ناراحت شدن، اذیت شدن، اما در هر صورت در جریان طوفان الاقصا در جبهه حق هست و حرف درست رو ایشون میزنه. میخوام یه کلیپی رو از آقای نوام چامسکی اینجا پخش کنم و ترجمهش کردم. دوست عزیزم خانم زهره بهش زحمت دادم و گفتم اینو بر من ترجمه کن، من دیگه وقت ندارم. در صورت ایشون زحمت کشیدن. ما در گروه خط رهبر یه شنبه گذشته برنامه داشتیم، برنامه که چرس کنم نشست داشتیم و نشست جالبی بود، درباره طوفان الاقصا صحبت کردیم و چه اتفاقی قراره برای این کودک کشان بیفته و سرنوشت مردم فلسطین چی میشه. حالا شاید در برنامه به این موضوع بپردازم، دیدگاه مختلفی بیان شد. در هر صورت دوست عزیز من که ادمین گروه هم هست زحمت ترجمه این برنامه رو کشیده، با تشکر از ایشون. پیش از اون میخوام یه توییتی رو که زدم نشونتون بدم و این توییت در رابطه با اوکراین هست و در هر صورت اینی که من خودم شخصا فکر میکنم چه اتفاقی میفته برای این صهیونیستا که ارتباط مستقیم داره با این برنامه. ببینین این زلنسکیه، هارون لقمه جنایتکار جنگی. خب این نگاش کنین، اصلا به قیافش میادش که ناراحت باشه، اصلا ککش بگزه که 500 هزار تا اوکراینی رو به کشتن داده. حالا بخششون همون صهیونیستا و فاشیستا و اینا بودن، ولی در هر صورت جوانای به بیچاره مردم که مجبور شدن برن جنگ، بخش مهمیشون از این گروه دسته بودن و بخش مهمیشون هم حتی روسی بودن که مجبور شدن برن علیه روسا به جنگن. این مصاحبه آقای تاکر کارلسون رو با آقای پوتین اگر که گوش کنین ببینین متوجه میشین که چه فاجعه‌ای در این جنگ اتفاق افتاد. در هر صورت این بیشرف دارن روانش میکنن بره دبی، اونجا بره برای خودش خوشگذرونی کنه بعد از این همه جنایت، یعنی برکنارش کنن. جنایتاش رو انجام داده و اوکراین تیکه تیکه شده و حالا اصلا از من میپرسین از سال 2014 اینو برنامه ریختن که در واقع چنین جنگی رو راه بندازن، حالا با چه هدفی؟ این دیدگاه منه. برنامه ریختن که همون موقع این دولت سایه در آمریکا خیلی قشنگ اینا میدونستن که این رژیم کودک کش نمیتونه بیشتر از 80 سال در این حدود دوام بیاره. در هر صورت اینا با اینکه اینا دولت سایه هستن و خیلی از جنایت ها رو انجام میدن، ولی میدونن که چه داره اتفاق میفته. اینها این صهیونیست ها هر جا که رفتن و هر باری که رفتن بیشتر از 80 سال، بیشتر از 1000 ماه دوام نیاوردن که میشه اولوهش هم این 80 سال. من برنامه‌ای ساختم در این باره، برین اون برنامه رو ببینین. اونجا در اون برنامه در واقع نابودی اسرائیل به زودی اونجا عنوان میشه این 1000 ماه. 1000 ماه داره اتفاق میفته، نزدیکش میشیم و اونا هم میدونستن در سال 2014 که یه چنین اتفاق میفته و اینا ناچارن این سرزمین رو رها کنن برن. و خب حالا اینجا این توییت دارم میگم که این داره در واقع میذارنش، چه بسا حذفش هم بکنن، دارن میفرستنش دبی و بعد از اون اینا یه تیکه سرزمین در اوکراین در نظر گرفتن که
به احتمال زیادی میشه سرزمین بعدی این صهیونیست های کودک کش. اینا باید از اونجا برن. و وقتی که رهبر ما گفتن اینها باید برن، دوام نمیارن، 25 سالشون هم زودی زود تموم میشه، خب باید برن. میرم میپردازم به یک کلیپ کوتاه از آقای نوام چامسکی، این رو براتون پخش میکنم. خودم ساکت میشینم، هیچی نمیگم، مثل بچه آدم ساکت میشینم، هیچی نمیگم، بعد براتون ترجمهشو میخونم. خب خیلی از شماها انگلیسی هم بلد هستین، بهتره که اصلشو گوش کنین. بریم ببینیم که آقای نوام چامسکی چی میگه در این کلیپ، گوش میکنیم با هم. You can decide that you are willing to live in a bubble as distinct from the entire world. You're free to do that. There are three notions that came up. The biblical rights, which have absolutely no status, none. Nobody in the world can say, 2,000 years ago, here's my story of what happened, so therefore I have a right to do it now. You can't live in a world like that. Nobody in the world ever makes such a claim. You want to make it? Okay. But then just admit, I'm out of the world, distinct from the world. Now, yes, totally distinct. If you really want to play that game, the Palestinians have more of a right to claim to be descendants of the population from 2,000 years ago than I do. My ancestors probably come from the Caucasus, and their ancestors come from Palestine. The Canaanim were correct about this. So you don't want to get into that game. Biblical rights have no status. Now let's turn to legality and occupation. There is 100% agreement among all relevant international institutions, not just the United Nations Security Council, including the United States in unanimous declarations, but the International Court of Justice, the World Court, the Red Cross, which administers the Geneva Conventions, Israel's own top legal authorities, all agree that the Jewish settlements in the West Bank are in violation of international law. 100% agreement. Israel doesn't agree, fine. Israeli Jews want to live in some little bubble of their own, they're entitled to do so. But you can't overlook the fact that every relevant international institution disagrees on the question of legality. Same with occupation. Every relevant international institution recognizes that Israel is occupying not only the West Bank, but that it's also the occupying authority in Gaza. So as far as terms go, the correct terms are Greater Israel, Israel's illegal expansion into the West Bank, its hundreds of thousands of settlers there. That's all part of a Greater Israel that Israel intends to integrate within Israel proper and is developing the infrastructure and the programs to do so. There is no counterpart on the Palestine. بریم ببینیم که ایشون چی گفتش. میگه اسرائیل ممکن است تصمیم بگیرد، من باید این عینکم رو بزنم، خب اسرائیل ممکن است تصمیم بگیرد در یک حباب زندگی کند، در حباب هستن دیگه، اما سه نکته مهم وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. اول، ادعای کتاب مقدس که به طور کامل قابل تأمل است، هیچ جامعه ای در جهان حق ندارد بر اساس ادعاهای 2000 سال پیش یک مملکت را تصرف کند. خب در صورت میخوام میگم اون 2000 سال پیش هم اینا خودشون دست بردن تو اون تو تورات و این چیزا رو چرت و پرت رو نوشتن. در واقع هیچ کس تا کنون این ادعا را نکرده و اگر یهودیان به این مطلب اصرار دارند، به نظر می رسد که جزو این دنیای مشترک نیستند. فلسطینی ها احتمالاً قبل از ما این ادعا را داشته اند. کنعانی ها حدود 4000 سال پیش به فلسطین رسیدند و اولین ساکنان این منطقه بودند. اجداد من احتمالاً از قفقاز به اینجا آمده اند و اجداد آنها نیز از فلسطین آمده اند. بنابراین حقوق مرتبط با کتاب مقدس قابل تردید است. ببینین ایشون داره خودش میگه این کتاب مقدس خیلی توش تردید هست. حالا به قانونی بودن این اشغال میپردازیم. اون از دیدگاه دینی بود، حالا از دیدگاه قانونی. توافق 100% بین همه نهادهای بین المللی مرتبط از جمله شورای امنیت سازمان ملل، ایالات متحده، اعلامیه‌های
متفق القول، دادگاه بین المللی، دادگستری، دادگاه جهانی و صلیب سرخ نشان می دهد که شهرک های یهودی در کرانه باختری نقض قوانین بین المللی است. خب ببینین، این دادگاه ها و این دم و دستگاه و تشکیلات اومدن زور زدن، مثلا یه اعلامیه صادر کردن یا بیانیه که این نقض قوانین بین المللی است. اینا نیومدن بگن که کودک کشی، جنساید. دادگاه لاهه هم اومد گفت که کودک کشیه، ولی خب اینا اصلا بهش اهمیت ندادن. البته این تمام این تشکیلات دم و دستگاه ها، شما بینندگان نازنین دیگه بهتر از من باید بدونین که همه اینها زیر نظر ارتش آمریکا هستند. وقتی سازمان ملل زیر نظر ارتش آمریکاست، خب زیر مجموعهاش هم همینطوره. خب ایشون میگه اما اسرائیل این مسئله را قبول ندارد و در حباب کوچک خود زندگی میکند و قوانین بین المللی را نادیده میگیرد. با این حال نمیتوان نادیده گرفت که هر نهاد بین المللی مرتبط در مورد قانونی بودن این اشغال اختلاف نظر دارد. آره اینا با هم هم اختلاف نظر دارن که آیا اینا طبق قانون رفتن اشغال کردن یا اینکه نه حق دارن. حتی در مورد کودک کشی و نفس کشی هم اینا با هم متفق نیستن. همچنین نهادهای بین المللی مرتبط درباره اشغال سرزمین نیز متفاوت نظر دارن. به عنوان مثال اسرائیل نه تنها کرانه باختری را بلکه اختیارات غزه را نیز تصرف کرده است. یعنی در واقع مردمی که اونجا هستن هیچ اختیاراتی از خودشون ندارن. امروز داشتم یه کلیپ از آقای راجر واترز که در واقع بنیانگذار گروه پینک فلوید، آهنگساز، ترانه‌سرا و یه آدم بسیار خلاق، ایشون داشت میگفتش که این اشغالگرا اینها در واقع یک شرایط اسفناکی برای مردم فلسطین پدید آورده بودن که این وقتی رفته بود اونجا، اینجا تو این برنامهش داشت اشک تو چشاش اومده بود از شرایط اسفناک فلسطینی ها. یعنی رفته بود براش کنسرت گذاشته بودن اینجا در سال 2006 بره کنسرت اجرا کنه، بعد کنسرتشو کنسل کرده بود، گفته بود من نمیرم توی سرزمین های اشغالی که بر اساس جنایت اینا اونا رو گرفتن، من برم کنسرت اجرا کنم. و چقدر برای راجر واترز این انسان با شرف، چقدر این صهیونیستا براش زدن، چقدر کشیدنش دادگاه، چقدر از پولاشو خرج دادگاه کرده برای اینکه تو جبهه حق هست. حالا من اینجا عکسشو نیاوردم نشونتون بدم، ولی گروه پینک فلوید رو خیلی از شماها میشناسین برای آهنگ‌های بسیار میخوام بگم پر از خلاقیتشون که من از دوران نوجوانی به اونها گوش دادم. خب در هر صورت داره میگه که در واقع هدف اسرائیل ایجاد یک اسرائیل بزرگتر است. اسرائیل به صورت غیرقانونی 100,000 مهاجر را در کرانه باختری مستقر کرده است. همه این اقدامات به جهت ایجاد اسرائیل بزرگتری انجام شده است که قصد دارد با ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه در کرانه باختری و نوار غزه آن را تصرف کند و در این مسئله هیچ همتایی در طرف فلسطینی وجود ندارد که از حقوق فلسطینیان دفاع کند. دقیقاً آقای نوام چامسکی داره حق و واقعیت رو میگه. کسی نبودش که از فلسطینیای بدبخت دفاع کنه در اون منطقه، ولی ایران 45 ساله داره برای حقوق فلسطینی ها تلاش میکنه. محور مقاومت اصلا بر اساس این اصل پدید اومد، روز جهانی قدس پدید اومد و هدف محور مقاومت همینه که این اسرائیلیای نابکار کودک کش از منطقه ما بیرون رانده بشن. اصلا میخوام بگم که امام خمینی چرا قیام کرد؟ امام خمینی فقط بر علیه شاه نبودش که، بر علیه این استکبار جهانی. مگه امام خمینی نگفت استکبار جهانی آمریکا رو، استکبار جهانی ام الفساد، تروریست بلزاد و شیطان بزرگ؟ خب بر علیه اونا قیام کرد که شاه هم
یکی از عوامل همین تشکیلات بودش، بدون اینکه چه بسا خودش بخواد یا خودش بدونه، ولی بود، چه بسا خودش هم در نهایت آخرای دوره پادشاهیش در عذاب بودش، ولی خب در خودش اون ارزه و شجاعت رو نمیدید که بخواد با اینا در بیفته، و در نهایت دیدیم که چی شد، و همینا که اون سالها غلام و بردشون بود چه کار باهاش کردن. خب در هر صورت آقای نوام چامسکی که یک انسان یهودی العصر و در بیشتر مواقع در جبهه حق ایستاده و علیه صهیونیستا برنامه‌های بسیاری از ایشون هست و سخنان ایشون در محافل بین المللی شنیده میشه و چه بسا یکی از استراتژیست های اینجا هم هست. ایشون در ضمن گفتش که حتی افراد مهمی که در رأس این سیستم اسرائیلی قرار دارن، حتی اینا هم موافق اون چیزی که اتفاق افتاده و داره اتفاق میفته، این جریان اسرائیل بزرگ نیستن. اینا در واقع میدونن که این یک توهمه و یه چیزی هست که به جایی نمیرسه. حالا منم که نظرمو گفتم که چه اتفاقی براشون میفته، رهبرمون که خیلی روشن گفتن، ما هم از ایشون الهام میگیریم و حرفایی که میزنیم باید بدونیم که رهبر ما خیلی حساب شده صحبت میکنن. و در هر صورت من خوشحالم که افرادی هستن، یهودیای با شرفی هستن، مثل آقای نوام چامسکی که در هر صورت میاد و این چیزها رو میگه، این حرفا رو میگه. در نهایت میخوام بگم چه بسا ایشون نیومد بگه که اینا دارن نفس کشی میکنن، نیومد بگه. در صورت اینا هم یه محدودیت هایی دارن، نه اینکه بخوام جبهه و موضع ایشون رو توجیه کنم، نه، به باور من مثل راجر واترز که الان تمام قواش رو گذاشته و داره میگه، اگر روی توییترش بریم میبینین که اونجا داره میگه نفس کشی رو متوقف کنین الان و برای همیشه، یعنی اصلا داره میگه گورتون رو گم کنین برین. در صورت اون میلیاردها دلار داره از دست میده. یه کنسرتش کنسل شد به خاطر همین موضوع، کنسرت 500، یه عدد خیلی بزرگ، 500 میلیون دلار بودش، ولی یه عدد بسیار بزرگی بود. در هر صورت برخی انسان ها هستن که برای پول در واقع شرف خودشون رو نمیفوشن. دمش گرم. عضو کانالا بشین، کانالای من زیر برنامه، زیر در بخش دیسکریپشن آدرس کانالایی که من دارم گذاشتم اونجا. من رامبلم دارم، کانال رامبل، برنامه‌ای که نمیتونستم اینجا پست کنم در کانال رامبلم هست، اون برنامه های ممنوعه رو میتونین برین اونجا ببینین، کانال رامبل من اونجا در واقع روش کلیک بکنین، میرین به رامبل و در آپاراتم برنامه رو پست میکنم. کانال یوتیوب دومی هم دارم به نام پروین زمانی چنل، زیر این برنامه گذاشتم. خواهش میکنم این برنامه رو حمایت کنین، اگر که موقع اتفاقی برای این کانال بیفته، در صورت اونجا برنامه های کوتاه رو پست میکنیم، حمایت بکنیم. نیاز دارم به حمایت شما و من هیچ موقع به هیچ کسی رحم نمی کنم وقتی ببینم دارن راه خطا رو میرن. کاری هم ندارم که سابا ما از دست میدم، نمیدونم برخی به ریششون بر میخوره و کورکوران دارن از یه جریانی یا از یه شخصی دارن حمایت میکنن، حالا میان آن سابسکرایب میکنن، اصلا برای من مهم نیست. من خودم رو تو جبهه حق میبینم، هر کسی که اونجا باشه مخلصش هم هستم و برنامه هاشونم حمایت میکنم و در واقع باشونم مصاحبه میگذارم، خیلی هم خوشحال میشم، به من افتخار میدن میان تو برنامه‌ام. کسی هم بخواد در واقع خلاف جبهه حق پا برداره، پا بگذاره و در واقع خلاف اون، میخوام بگم اون تفکری که قرار ما رو، اقتصاد ما رو درست بکنه، خب من حرفمو میزنم. در صورت اینجا دارم صحبت میکنم درباره برنامه‌ای که در رابطه با آقای علیزاده ساختم. امیدوارم که کسانی که میان نظر مینویسن اونجا واقعا اون برنامه رو گوش داده باشن، نه اینکه سطحی ازش بگذارن. در اون برنامه هیچ چیزی رو من نگفتم که از گفته‌های خود آقای علیزاده برگرفته نشده باشه. این رو دارم بهتون میگم
از خودم چیز در نیاوردم. پس شما لطفا از خودتون چیز در نیارین. اگر با دقت گوش کردین خوشحال میشم که بیان بگین که کجا شما من اشتباه گفتم، جوابتون رو میدم. خب در صورت دوستان و عزیزان یادتون باشه لایک و به اشتراک گذاشتن نظرتون بنویسین برای من ارزشمنده، ولو اینکه مخالف نظر من باشه، مادامی که توش توهین نباشه و چیزایی نباشه، دروغ نباشه. دروغ و تهمت رو من نمیپذیرم. با عشق برای عاشقان ایران در پناه حق باشین.